امروز میخوام در مورد گرامر حال استمرار صحبت کنم یا present continuous. تو چه مواقعی استفاده میکنیم؟ موقعی که داریم در مورد یه کاری که مثلا همون زمان داریم انجامش میدیم داریم صحبت میکنیم. مثلا میگم که من دارم الان چی کار میکنم؟ الان دارم درس میدم. مثلا میگم که مامانم داره آشپزی میکنه، خواهرم داره کتاب میخونه. یعنی یه سری اکتیویتی هایی که تو همون زمان داره انجام میشه و همچنین یه سری اکتیویتی هایی که لزوماً این نیستش که تو همون لحظه داره به وقوع میپیونده. مثلا مثل چی؟ مثلا از یه نفر میپرسم که داری چی کار میکنه این روزها؟ یعنی تو این روزها در مثلا مشغول چه کاری هستی؟ مثلا میگه که دارم روی پایان نامم کار میکنم، یا مثلا دارم میگه که من دارم زبان میخونم. خب بنابراین برای اکتیویتی یا فعالیتی که توی بازه زمانی هم داره انجام میشه ازش استفاده میکنیم. و همچنین برای آینده از حال استمراری یا present continuous استفاده میکنیم. برای چه زمانی؟ برای آیندهی که نزدیکه، یعنی که اگه بخوام مثلا برای کاری که تقریبا 90% انجام شده و در شرف انجام شدن هستش، ما از present continuous استفاده میکنیم. مثلا یکی ازم میپرسه که داری چی کار میکنیم؟ مثلا چه خبر؟ میگه که دارم ازدواج میکنم، دارم میرم سفر. میبینید چقدر نزدیک دارم ازدواج میکنم، یعنی که من همه کارامو انجام دادم، مثلا برنامه عروسیمو چیدم، سالونمو دیدم، لباسمو خریدم، مهمونامو دعوت کردم و همه کارم انجام شده، فقط دیگه مونده زمان عروسی. یا مثلا میگم دارم میرم سفر، یعنی من چمدونمو جمع کردم، بلیطمو خریدم، هتلمو رزرو کردم، بلیط هواپیمامو گرفتم و ممکن مثلا یکی دو روز آینده دارم میرم سفر. پس برای آینده نزدیک هستش. و یه چیزی اگه بخوام بگیم که حالا 100% من نگم براش، که ممکنه حالا یه چیزی پیش بیاد که اون اتفاق نیفته، میگم 90% در حال وقوع، یعنی خیلی به 100% نزدیک هستیم. حالا چجوری ساخته میشه؟ توی زمان حال استمرار که ما توی فارسی میگیم حال استمراری، ولی تو هم انگلیسی present continuous شما برای آینده هم به کار میبریمش. از subject pronouns یا اسم یا هر مثلا یا میتونه ضمیر باشه یا اسم باشه که در ابتدای جملمون میاد، بعد فعل to be هستش، am و is و are، و present participle. present participle دیگه چیه حالا؟ present participle میشه verb یا فعلمون plus ing، یعنی فعل به علاوه ing. مثل چی؟ مثلا میگم study studying، eat eating، go going، come coming. خب اینها ing به ته فعل اضافه میشه و ازش یه present participle میسازه. خب من نمیتونم حالا معنی برای معادل فارسی برای present participle پیدا بکنم توی فارسی، چون حالا اون ساختار توی انگلیسی هستش. که یا ازش استفاده میکنیم از present participle، که حالا بعدن هم در مورد past participle هم میخونیم، ازشون توی ساختارهای مختلف گرامری استفاده میکنیم. حالا یه جمله مثال میزنم برای اکتیویتی که داره الان به وقوع میپیونده. میگم که I am teaching English right now. من یعنی همین الان دارم انگلیسی درس میدم. شما میتونید تصور بکنید در مورد تک تک اعضای خانوادتون که دارن الان چی کار میکنن. مثلا میگین که My mom is cooking. مامانم داره غذا میپزه. My father is working. بابام داره کار میکنه. My sister is مثلا reading a book. خواهرم داره کتاب میخونه. I am مثلا listening to music. من دارم به موزیک گوش میدم. و به همین ترتیب برای اکتیویتی که در حال حاضر داره به وقوع میپیونده تصور میکنید و جمله میسازید. الا ماشاءالله میتونید در مورد آدمای مختلف مثلا حدس بزنید که داره چیکار میکنه و جمله رو بسازید. و حالا اگه بخوام حالا تفاوتش هم با آینده بهتون میگم، یعنی ساختار برای هم اکتیویتی که در حال حاضر داره انجام میشه و آینده فرقی نمیکنه، یکیه. تنها تفاوتش اینه که ما یه قیدی داریم توی جملمون که مشخص میکنه ما داریم در مورد زمان حال صحبت میکنیم یا در مورد زمان آینده داریم صحبت میکنیم، که الان بهتون میگم.
خب گفتیم یه سری برای اکتیویتی در حال حاضره. I am teaching, you are studying و به همین ترتیب. یا گفتم که مثلا ممکنه که شما در مورد یه اکتیویتی که توی بازه زمانی در حال حاضر دارین انجامش میدی، نه صرفا فقط تو این لحظه. ازتون میپرسم what are you doing؟ داری چی کار میکنی؟ میگین که مثلا what are you doing these days؟ این روزا چی کار میکنی؟ میگین که مثلا I am learning English. دارم انگلیسی میخونم. یعنی این مثلا این روزها در حال یادگیری انگلیسی هستم. یا مثلا میگین که I am working on my project. دارم روی پروژه هم کار میکنم. حالا تو اون لحظه نیستش و توی بازه زمانی در زمان فعلی هستش. خب بعد گفتم تفاوتش هم حالا بهتون میگم با زمان آینده. من منفی و سوالیش هم بگم که بعد اینو کاملا ببندیمش، بعد بریم سراغ آیندهمون. اگه بخوایم منفیش کنیم خیلی راحته، کافیه فقط یه not کنار تو فعل to be مون بذاریم. مثلا میگم I am teaching English، منفیش میشه I am not teaching English، you are not مثلا studying، she is not working، he is not مثلا reading a book. فقط کافیه که یه not بغل اما is و are اضافه بکنید و بقیه جملهش تغییری نمیکنه. و اگر بخوام سوالیش بکنیم بازم کافیه که جای فعل to be و اون سابجکتمون رو عوض بکنیم. میگم که are you working right now؟ داری کار میکنی الان؟ جواب yes I am، no I'm not. و اگه بخوایم مثلا یه سونو کوئسشن براتون مثال بزنم، میگم که is she cooking؟ یا میگم is your mother cooking now؟ یعنی مامان داره الان آشپزی میکنه. شما جواب میدین yes she is، no she isn't. و به همین ترتیب شما جای subject و فعل to be تون عوض بکنید و بعدش هم مبقی جمله میتونید فعل اون جملتون رو سوالی بکنید و جوابش هم یه yes I am، no I'm not، yes she is، no she isn't، yes he is، no he isn't. و اگه بخوای حالا WH question براش بیاریم چی کار میکنیم؟ هیچی، کافیه WH question رو بذاریم سر جملمون. مثلا میپرسم چی کار میکنی؟ میگم که what are you doing؟ Are you که جا به جا شده سر جای خودش فعل to be و اون ضمیر فاعلیمون، یا what هم آوردیم سرش میشه what are you doing، چی کار داری میکنی؟ مثلا میگم I am teaching English، دارم انگلیسی درس میدم. حالا به جای این WH میتونی هر WH دیگه هم باشه بسته به اون جملتون که دارید میپرسید. میگم که داری کجا میری؟ میگم where are you going، داری کجا میری؟ خب دوباره are you جا به جا شده، where اومده سر جملمون و جملمون رو سوالی میکنیم. بعد مثلا میگم که حالا با WH who بخوام اگه مثلا سوال بپرسم، دو حالت داره WH who. یه وقتی ما در مورد سابجکت داریم سوال میکنیم، یعنی در مورد کننده کارون فاعلمون داریم حرف میزنیم، یا در مورد مثلا مفعول داریم صحبت میکنیم یا آبجکتمون. حالا تفاوت سوال کردنمون چجوریه؟ اگه در مورد مثلا فاعل داریم صحبت میکنیم، خب هو رو که میاریم اول جمله، بعدش فعل به حالت سوم شخص میاد، بعد و بعدش هم مبنی جمله. یه مثال میزنم، میخوام بگم که کی داره آشپزی میکنه؟ خب میگم که هو ایز cooking، چون ما در مورد فاعل نمیدونیم که چه کسی هستش دیگه، درسته؟ برابر اینجا دیگه فاعل نداریم، هو رو میذاریم اول جمله و فعلمون حتما باید سوم شخص مفرد باشه، چون ممکنه که تو جوابمون یه نفر باشه یا مثلا چند نفر باشه، اصلا اهمیتی نداره. در نتیجه توی سوال باید سوم شخص مفرد باشه. میپرسم که who is cooking، کی داره آشپزی میکنه؟ میگین که mom is، جواب این شکلیه. یا I am، بر اساس اون شخصی که داره آشپزی میکنه، mom is یعنی مامانم داره آشپزی میکنه، my sister is خواهرم داره آشپزی میکنه توی جواب، یا I am
من دارم آشپزی میکنم یا we are ما داریم آشپزی میکنیم، حالا بسته به اون کسایی هستش که در حال مشغول آشپزی هستن. یکی دیگه مثال براتون میزنم، میگم که who is watching TV؟ کی داره تلویزیون تماشا میکنه؟ میگین که my father is یا my brother is یا I am یا we are. دیگه حالا بسته به این که کیا هستن جوابو به این شکل میدیم. خب یا اینکه ما در مورد این در مورد سابجکت، اگه سابجکتمون مورد سوال قرار بگیره که با هو میخوام سوالی بکنم، حالا اگه آبجکتمون بخوایم مورد سوال قرار بگیره میگم که مثلا میگم تو که داری با کی حرف میزنی، اینجا دیگه سابجکتمون شما هستید، اون کیه یعنی مفعولمونه دیگه، آبجکتمونه. میگم Who are you talking with؟ داری با کی حرف میزنی؟ این پروپوزیشن with آخرش میاد که مشخص میکنه که داره در مورد صحبت کردن با یه نفره. Who are you talking with؟ یا میگم که داری با کی میری مثلا باشگاه، میگم که Who are you going to the gym with؟ با کی داری میری؟ خب این هم میشه از سوالی کردن در مورد subject و object با WH who، که گفتم که حالا بسته به جملتون که اگه بخواییم با WH سوال بزازید دیگه هر WH که متناسب هستش رو استفاده میکنید. بعد حالا ما میخواییم که بگیم که برای آینده ما گفتیم که از WH صحبت بکنیم دیگه، ببخشید برای آینده مونم از present continuous استفاده میکنیم دیگه. البته یادآوری میکنم که یکی از شکل‌های ساختن آینده present continuous. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، برای آینده حتی ما میتونیم از زمان حال ساده هم استفاده بکنیم، یعنی هم زمان حال ساده هم زمان حال استمراری یا present continuous. یعنی چی؟ یه مثال در مورد حال ساده براتون بزنم، میگم که میخوام ماشین بخرم، خب یعنی من در حال حاضر ماشین ندارم، پس وقتی میگم که I want to buy a car، پس یعنی این که میخوام بخرم دیگه، پس یه چیزی در مورد آینده است. خب بعد گفتیم که present continuous هم برای زمان حال ببخشید برای آینده استفاده میشه، گفتیم برای آینده قریب الوقوعه، که گفتم که مثلا میگم که I am getting married، دارم ازدواج میکنم، I am having a baby، دارم بچه دار میشم، I am buying a house، دارم خونه میخرم. خب اینها پس یک ببخشید برای آینده قریب الوقوع منفیش و سوالیش هم دقیقا این همون جملاتیست که بهتون گفتم، فقط با یه قید مشخص میکنی که ما جملمون بر مربوط به زمان حاله یا مربوط به آینده است. مثلا وقتی که میگم که I am going on a trip tomorrow، میگم که من دارم میرم فردا سفر، I am going on a trip tomorrow. خب پس این tomorrow مشخص میکنه من در مورد آینده دارم صحبت میکنم، ولی الان میگم که I am going to the gym، دارم میرم باشگاه now، مثلا I am going to the gym now، یعنی من الان دارم میرم باشگاه. پس بنابراین با این قیده شما میتونید تشخیص بدید که ما در مورد زمان حال داریم صحبت میکنیم یا در مورد آینده داریم صحبت میکنیم. اینم کلن مجموعه ای بودش از present continuous که امیدوارم براتون مفید باشه.